سلام خدمت شما دوست عزیز خانم موسوی. من یه دقیقه قبل از این به دوستان گفتم که شما به غیر از اینکه قبلا در تلویزیون مردم بودید و ما از این بابت از شما ممنون هستیم، شما همسر دوست و همشهری ما هم آقای پدرام طنازی هستید. از این بابت خیلی خوشحال هستیم و میشه نور علانو. در هر صورت با هم قرار گذاشتیم و دیروز هم من در فیسبوک در صفحات مختلف در توییتر و لینکدین نوشتم که شما امروز مهمان ما هستید و در سه مورد صحبت میکنیم. اگر آماده هستید تا صحبتمون رو ادامه بدیم و شما برای دوستان نظر خودتون رو و اون چیزی که شاهد هستید مخصوصا به عنوان یک بانوی ایرانی توضیح بدید. آقای صاحبی من صدام رو الان باز خودم میشنرم، الان فکر کنم نه نمیشنرم درست شده. من سلام و درود عرض میکنم به هم به شما هم به تمام بینندگان و شنوندگان شبکه خوب مردم تیوی. من برنامه رو با معرفی خودم آغاز میکنم. همونطور که شما من معرفی کردیم، من مهناز موسوی هستم. حدود 7 سال هستش که در سوئد زندگی میکنم به همراه همسرم آقای پدرام طنازی. البته همسر من حدود بیش از 13 سال هستش که سوئده. بعد من در ایران، چون برای فکر کنم یکسری از افراد سوال شده بود که من شغلم چی بود و چی هستش، من در ایران به عنوان تکنسیان اتاق عمل 8 سال کار کردم و در حال حاضر تو سوئد هم به عنوان کمک پرستار اتاق عمل کار میکنم و در همزمان در حال درس خوندن هستم تا ببینم آینده چه چیزی واسم رقم می‌زنه. من در خدمتتون هستم. خواهش شما سوالا رو مطرح بکنید یا من شروع کنم؟ بله، من از شما میپرسم، شما لطف کنید جواب بدید. ضمن اینکه این سوالا رو روی صفحه کامپیوترم نوشتیم و اجازه بدید در رابطه با اینکه بعضی از دوستان سوال کردن که شغل شما چیست، مخصوصا آقای سعید کاووسی که خودشون مدت‌ها برنامه‌گذار تلویزیون‌های مختلف بودن، به نظر من میاد که البته این پرسش خیلی بیجا بود، حتی من براشون نوشتم که چه فرقی میکنه ایشون به عنوان یک بانوی ایرانی که الان خارج از کشوره میخواد در رابطه با کشور خودش، در رابطه با جنبش زنان و کلن اون حرکت آزادی خواهی که پارسال راه افتاد و اینها سرکوب کردن صحبت کنه. من از طرف ایشون از شما عذر میخوام به خاطر اون پرسش بیجا. خب خانم موسوی، شما لطف کنید برای ما توضیح بدید به نظر شما چرا گشت‌های ارشاد، البته اونا میگن اینا گشت‌های ارشاد نیستن، اینها حالا ماموران پلیسن. اون موقع گشت ارشاد یتیم شده بود، هیچ کی قبول نمیکرد که پدر مادرشه. حالا دوباره یکم جون گرفتن، برگشته گویا دیگه هیچ جاش هم ننوشته گشت ارشاد، ولی همه میدونن که اینها گشت‌های معروف به ارشاد بودن و دوباره با یه شکل جدید اومدن. چرا این گشت های ارشاد دوباره به خیابان ها آمدن؟ من در جواب این سوال خواستم یه مثالی رو بزنم که قشنگ بهتر بازش کنم. همونجوری که گفتم، من تو ایران یه بیمارستان ارفان کار میکردم. تو بیمارستان ارفان توی سعادت آباد هستش، یه بیمارستان خیلی معروفی هستش. افراد خیلی معروفی که حالا چه جراحی میکنن چه جراحی نمیکنن و خیلی هم سیاسی هستن، مثل حداد عادل، دکتر سیم‌فروش، دکتر محمد فرهادی. دکتر فرهادی وزیر بهداشت زمان خاتمی بود و وزیری هم تو زمان روحانی بود هستش. من اسم این آقا و دکتر سعی کنم نیارم چون از نظر من شخصیت خیلی بالایی ندارم. من از اون جو سیاسی که تو بیمارستان عرفان بوده، خب یه مقدار اطلاعات سیاسی، یعنی اون چیز شعله سیاسی روشن شده بودش. ما تو بیمارستان عرفان یه چیزی به اسم کارانه داشتیم. کارانه چیزی بودش که در هر ماه تتمه سود بیمارستان از عملهایی که تو اتاق عمل انجام شد، بعد از اینکه پزشکا پولشون رو برمیداشتن، بیمارستان سودش رو برمیداشت، اون خورده حسابایی که بعد از ممیزی میمون بین بچه ها اتاق عمل تقسیم میشه. این داستان مال قضیه سال 2013-2014 هستش که دارم براتون تعریف میکنم. این کارانه که بین ما تقسیم میشد به شکل کاملا ناعادلانه ای بودش.
به طوری که به عنوان مثال من یک دوستای من تو بیمارستان اگر یه با ما دیدیم اون برگه که رئیس مسئول اتاق عملمون تهیه کرده بود، این دوست من برای 5 تا عمل جراحی که هر کدومشون 4 ساعت عمل بودش برای با یکی از بزرگترین جراح‌های قلب ایران، ما 2 نفر داریم که خیلی تاپن، با یکی از اونها سر عمل می‌رفته بود، برای 5 تا عمل جراحی که 20 ساعت می‌شد و هم 10,000 تومان باش در نظر گرفته بودن، سوپروایزر اتاق عمل ما برای اون 5 تا عمل واسه خودش 500,000 تومان و برای یه نفر که رده پایین تر از خودش بود 250,000 تومان. حالا مضاف بر اینکه این دو فرد پاشون حتی تو اون اتاق نذاشته بودن که حتی یه نخ بقیه باز کنن. خب حالا شما بکنید اتاق عملی که بین 800 عمل تا 1000 عمل تو ماه داره، ببینید اون مقیاس به چه مرحله بالا میرسه، یعنی اونا چه بخور بخوری تو اون اتاق عمل بشن. ما خیلی اعتراض میکردیم، خیلی شلوغ میکردیم که این اصلا بر چه مبنایی هستش، که با رئیس اتاق عمل که من خیلی حرف میزنم که واسه چی این اتفاقا داره میفته. بعد فهمیدم که رئیس اتاق عملمونم که یه آقای جراحی هست، آقای دکتر جراحی هستش، خوشم دستش تو این کاسه بود. حالا اینا مشکل چجوری حل کردن؟ اینا اینجوری کردن که 10% از پرسنل اتاق عمل رو بردن کارانشون رو بالا کردن، به ضرورتشون بالاتر که اونا بشن موافق خودشون. بعد دیگه جنگ ما با رئیس اتاق عمل و سوپروایزر تبدیل شده بود به جنگ 90% ناراضی و 10% که موافق اونا بودن، در صورتی که این بخور بخور حق کل 100% ما بود، یعنی حق اون 90% هم که مثلا راضی بودن داشت خورده میشد. ما این بسترمون گرم دعواها با هم دیگه بود، اونا هم بخور بخوراشو میکردن. الان هم همین قضیه به مقیاس خیلی گنده تر تو جمهوری اسلامی و تو مملکت ایران 90% قشن مردم ناراضی هم، 90% مردم دارن می جنگن واسه حقشون، واسه آزادیشون، واسه مسائل اقتصادی، همه جور خون میدن، جون میدن، فرار میکنن، همه مدلی دارن می جنگن. ولی اون 10% که یه ذره فقط پول جیبشون پرتونتر شده، دارن اونا مثل همین افرادی که تو گشت ارشاد هستن، اینا هم حقشون داره خورده میشه، اینا هم داره سرشون کلا میره، ولی دارن کار میکنن که مردم به جون هم بیفتن، سرشون گرم باشه، اونا خودشون بخور بخور خودشون میکنن. در صورتی که شما فکر کنید که یک به عنوان مثال حجاب آزاد بشه، یعنی هر کسی حق پوشش خودش دست خودش باشه، اون 10% که در قالب گشت ارشاد میان بیرون، در قالب یه زنی میاد تو خیابون دوربین دستش میگیره فیلم میگیره از جوانای ما که تو چرا روسری سرت، تو چرا اینجوری، چرا مثلا لباست این مدلی هست یا نیست، اینا دیگه این مسئله رو بزن کنار، اون موقع فکر را باز میشه، رشد میکنه، طرف میفهمه که دیگه این مسئله پیش پا افتادهه، اون موقع میره سراغ حق و حقوق، حق و حقوق مسئله ایست که شما بشین تو خونه دیدتون رو بخوان هست و مرده نوزاتون فرده درست اجازه بدین من این صدا رو ببندم اینجا. بله چون داشتم شیر میکردم این برنامه رو با صفحه تلویزیون مردم تیوی صدا منعکس شد. شما نکته جالبی رو گفتید که اینا مشغول میکنن افراد رو به یه چیزای جنبی که بتونن اون به اصطلاح سوء استفاده به قول شما بخور بخور و ببر ببر و اینها جای خودش باشه. و اول صحبتاتون هم گفتید بعضی از اینا حتی پاشون رو تو اتاق عمل هم نمیذارن، یعنی تو قسمت‌های دفتری و بالا و اینا هستن، ولی از اون کارانه یا بونسی که قراره گیر شما بیاد اونا بیشتر از شما، حتی بیشتر از 9 نفر شما یه نفرشون میبره. خب ممنونم، بفرمایید. من ساکت میشم، شما بفرمایید. خواهش میکنم. ولی در هیچ کدوم از اینایی که دارن تو خیابون فیلم از جوانای ما میگیرن و مثلا میگن که حالا من این فیلم میفرستم بعدا میان سراغت، و در مقابل جوانای ما با شجاعت وای نیستن ازشون که میگن تو میگیری ما هم میگیریم و اونو تکثیرش میکنن، هیچ کدوم از این خانوم ها و هیچ کدوم از این کسایی هستن که آزار میدن مردم ها از سک و فامیل خودشون نیستن، از زن و بچه خودشون نیستن. کدومی که از این زنان و مردانی که تو گشت ارشاد دارن الان کار میکنن، پک و فامیل همین در رده های بالا هستن که دارن بخور بخور میکنن،
در صورتی که این در حقیقت داره حق این 100% خورده میشه، ولی اون نوبت اون ما منتظر که نیستیم، ولی ما امیدواریم که اون 10% هم آگاه بشن، مثل بقیه 90% که آگاه شدن دارن مثل حقشون میجنگن. من توی یکی از این صفحات اجتماعی یه چیز جالبی دیدم، نوشته بودش که ما برای حق شما هم داریم میجنگیم، ما به حق شما هم داریم گلوله میخوریم، اعتراض میکنیم. در دقیقت همینه، یعنی شمایی که میایید چادر سرت میکنی میری حق، یعنی اونم ما داریم حق از حجاب اختیاری میزنیم، یعنی ما به اونی هم که دوستای حجاب داشته باشه احترام میذاریم، حرف ما اینه. آره، میخواد بپوشه میخواد نپوشه، مثل کشورهای دیگه، مثل همون سوئدی که شما هستین، آلمانی که من بودم، یا آمریکایی که هستم. اگه کسی دلش میخواد حجاب رو میپوشه، انتخابیه. اگه کسی نمیخواد حجاب رو شما پس میگید بیشتر اینا برگشتن توی خیابونا و اینها که بتونن سوء استفاده هایی رو که بهش عادت کردن انجام بدن، و خود حجاب مسئله ای نیست به اون صورت. درست متوجه شدم من؟ دقیقاً همینطوره. دقیقاً این مسئله رو دارن این مردم رو مشغول این مسئله کردن که خودشون بخور بخورشون رو کنن. الان برگردیم به همون مثالی که من زدم در مورد اتاق عمل بیمارستانمون. الان رئیس اون اتاق عمل بیمارستان، من اسمشون رو نمیبرم چون هرچ اعتقادم به اینه که اگه اسمو ببرم شاید همین دیشب طرف توبه کرده بخواد مسیرش عوض بکنه، پس من اسمشو نمیبرم. ولی همون رئیس اتاق عمل ما از اون بخور بخورایی که کرد 2 بیمارستان دیگه سهام خرید، از اون بخور بخورایی کرد یک زندگی خیلی لوکس توی، یعنی الان یکی از سیتیزنهای آمریکا هم هست، توی ایالت کالیفرنیا داره زندگی میکنه. همون سوپروایزر اتاق عمل ما که توی هر روز 3 ساعت مسیر تهران تا سعادت آباد تا کرج رو رانندگی میکرد تا خوش به محل کار برسونه، تو همون نزدیک بیمارستان یه خونه خیلی لوکس ساختیم برای خودش خریده و یه زندگی دیگه هم تو کانادا واسه خودش درست کرده. اون 90% که باهاشون مخالف بودیم ماها تو بیمارستان، 40-50%مون مهاجرت کردیم، مثل یکیشون مثل من. 30-40%مون از اون بیمارستان اومدن بیرون، مثل اون دوست من که حقش خورده شد. یه چپ 5-10% مونده باشن، اونم نزدیک بازنشستگی بودن، از اون یعنی موندن و دیگه آخرای کارشون بوده، یعنی دیگه راهی براشون نمیذارن، مجبور میشن که برن. مثل این زندانی های سیاسی که میگیرن آزاد میکنن، وسیله میذارن اینا، طرف دیگه جون به لب میشه میگه بابا ولم کن نخواستم، ول میکنه ایران و کشورشو و میره کشورهای دیگه. بله دقیقاً. خب. ولی کسی که این وسط سرش بیشتر از همه کلا رفته، اون 10% یعنی که موندن مثلا موافقت کردن برای حق خودشون، اون یه ذره پول اضافه که تو جیبشون اومد، ولی همونی که هستن، بس که بدتر هم شده که بهتر نشده، چون اوضاع اقتصادی ایران ساعتی افتضاح میشه، شاید دقیقه‌ای برمیشه. ولی میگم الان آینده این افرادی هم که در قالب گشت ارشاد، در قالب در لباس موافق رژیم میان بیرون و به مردم ها دیگه گیر میدن، اینا آینده شون همینه، یعنی بدتر میشه که بهتر نمیشه، و ما به اون سمت میریم که به آزادی برسیم و ایران رو از دست این رژیم نجات بدیم. و این 10% هم که ضرر، یعنی ضرر اصلی رو اینا 10% خواهند خورد، و بهتره که هرچی زودتر تکلیف خودشون رو روشن کنن و به آگاهی برسن. به من حرف آقای حمید رضا روحی روحش شاد خیلی تو گوشم و دلم میشینه که حرف میزد که امیدوارم سال آگاهی باشه، و واقعا امیدوارم همه به آگاهی برسن، اون 10% بیشتر. خب ما هم امیدواریم. اجازه بدید بریم سراغ این موضوع، چون الان نزدیک به سر سال یا سالگرد اون خانم مهسا امینی هست و صحبت‌های زیادی هست. خیلی ها میگن اینا دارن آماده میشن که اگه مردم خواستن به اصطلاح بیان بیرون. ولی سوال این هست، آیا قیام مردم ایران برای سرکوب و دگرگونی رژیم جمهوری اسلامی در داخل همچنان ادامه دارد؟ چون بعضی ها فکر میکنن که ساکت شده، بعضی ها میگن تموم شد، بعضی ها میگن نه، این آتش زیر خاکستره که هر وقت خاکستر بره کنار دوباره این آتش جون میگیره. اونایی که مثل من سنی ازشون گذشته میدونن اون وقتا آتش رو شب با خاکستر میپوشوندن و صبح
وقتی بیدار می شدی دوباره خاکستر رو که می زدی کنار اون آتش جون می گرفت. نظر شما در این مورد چیه؟ این قیام مردم ایران نه تنها تموم نشده بلکه ادامه داره، ولی به شکل هوشمندانه تر ادامه داره. یعنی یه جوری هر دو طرف فهمیدن که مثلا داستان چیه، هم اونا میدونن که اگه یه قدم اشتباه تری بردارن مثلا دیگه کلن پود میشن میرن رو هوا، هم این برا میدونن که باید یه جوری قدم بردارن که با کمترین تلفات به بهتر و به نحو احسن به هدف برسن. منظورم مردم انقلابی هست. یعنی شما میگید هر دو طرف از ماجراهای سال گذشته درس گرفتن، تجربه گرفتن، حالا اون تجربه رو میخوان به کار ببرن. دقیقاً. بله. و اینکه خیلی قشنگ دو طرف دارن خیلی قشنگ بازی رو جلو میبرن. به عنوان مثال فقط کوچی، شما اگر فیلم ازدواج سلبریتی، دو تا سلبریتی هایی که جدیداً اخیراً پخش شده باشه نگاه کرده باشین که خیلی هم وایرال شده، یکیش مال محمد رضا گلزار بود، یکیش هم مال بهرام رادان بود. اگه فیلم اونا ازدواجاشون رو که کلیپ خیلی کوچیک گذاشته باشن بیرون رو نگاه کرده باشین، میگه ما تو ازدواج تو مراسم عقد اینا نه آخوندیم، نه نکاح و سنتی میبینیم، بلکه بالاتر از اون توی مراسم ازدواج بهرام رادان صدای یک زن بکگراند این سالن، بکگراند این مراسم هستش. خانم غزل شاکردوست مراسم عقد آریاییشون رو داره اجرا میکنه و اون پوششی که بلکه بهرام رادان حرکت بزرگتر انجام داد، پوشش زنش بشه پوشش خیلی راحت تر اومد بیرون. هاست باز یه ذره گلزار میگن یه ذره باز نزدیکتر به مثلا رژیم میگن حرف را، من حالا خیلی مطمئن نیستم، ولی نگاه کنید قطعا این یعنی چی؟ این یعنی مخالفت، این یعنی انقلاب، این یعنی ما هنوز این جنبشمون ادامه داره، نه آخوندتون رو توی مراسممون تو فیلمامون اجامه بس وایرال شده در حد گسترده، این یعنی ما هنوز تو مسیریم ولی به یک شکل دیگه، به یه نقص دیگه داریم. البته بعضی ها باور دارن که همین خبرها مخصوصا اون ازدواج آقای گلزار اگه اشتباه نکنم خود اونم یه نوعی چیز بوده که مردم رو منحرف کنن از اخبار یا خبرهای معمولی، چون حتی دو بارم صحبت کردن که خیلی از اینایی که میان تو خیابون دنبالشون راه میفتن و اینها رو پول دادن به یک، البته میگم صحبت ها زیاد آدم نمیدونه کدومش درسته کدومش نیست، ولی شما باورتون بر اینه که حتی بین هنرمندا و اینا هم دیگه این آزادی و این که نشون بدن ما نمیخوایم رواج شده؟ نه دقیقا همینطوره. و اگر هم هدفشون به این مسئله باشه که مردم و ذهنشون رو منحرف بکنن، حتی با ازدواج گلزار، حالا گلزار خیلی طرفدار نداره در بین کسایی که انقلابی هستن و دارن برای آزادی میجنگن، باز اگه مثلا نگاه رو به مال بهرام رادان نگاه کنید، حتی اگر هدفشون این باشه که بخوان فکر مردم رو منحرف بکنن، ولی مردم سریع برمیگردن. یعنی باز این قضیه داره خیلی هوشمندانه میره، مردم سریع جهتشون رو برمیگردونن و به هدفشون بیشتر متمرکز هستن و خیلی راحت گول بازی مهرچینی های رژیم رو نمیتونه میخورن. پس شما باور دارید که این قیام ادامه داره؟ ولی یه موضوعی که این سومین پرسش و آخرین سوال من از شما هست و برای من یه مقداری عجیب بود، چون بعضی ها میگن ما با رفتنمون به ایران به ایرانی ها کمک میکنیم، یکم به اقتصاد مردم کمک میکنیم، ولی شما نظرتون اینه که، من سوال رو کامل میخونم، چرا ایرانیان مقیم خارج نباید به ایران سفر کنن حتی اگر فعالیتی علیه رژیم ندارن؟ جمهوری اسلامی به چه روشی ایرانیان خارج از کشور را کنترل میکند، حتی ایرانیانی که در صفحات اجتماعی فعالیتی ندارن؟ این را اگر امکان داره یه مقداری برای ما باز کنید و بس تو توسعش بدید. بله، من در مورد کشور سوئد چون توش زندگی میکنم بیشتر میتونم اطلاعات گسترده تری بدم. حالا به شکل مختلف این اطلاعات این مسائل رو مطمئنن تو آمریکا، تو آلمان، کشور دیگه هم هستش و خوشحال میشم شما هم در موردش ما توضیح بدین. در سوئد شما وقتی که توی یک کشور سوئد زندگی میکنید فقط کافیه که اسم و فامیلتون رو توی اینترنت تو گوگل سرچ بکنید،
خیلی لینک ها پایینش میاد، مثل hita.se، مثل merinfo.se، مثل enirro.se، اینجور سایت ها میاد و شما وقتی کلیک بکنید، مثلا اسم منو کلیک بزنید، کلیک بکنید به توش، میاد اون لینک که من چند تاریخ تولدم چیه، کجا زندگی میکنم، در اینجا زندگی میکنم، با کی زندگی میکنم، آیا ازدواج کردم یا نکردم، و حتی میدونید آدرس های قبلی من رو تو اونجا پیدا کنید. خب این کار رو وقتی تو خارج کشور شما زندگی میکنید، یعنی میتونید راحت تر ماره افراد اون کشور رو، یعنی افرادی که تو اون کشور زندگی میکنن، یعنی دوست من الان تو سوئد باشه، راحت میتونه با دادن اسم فامیل من به سیستم همه چی منو در بیاره. این کار رو جمهوری اسلامی سفارتش تو هر کشوری که هست انجام میده. یعنی من میگه تابعیت ایرانی دارم و تو سوئد دارم زندگی میکنم، این کار سفارت ایران داره، تو یعنی همه اطلاعات من رو داره اونا دارن. و اینا خب تو ایران نمیتونن، یا به شاید هم بتونن، به خیلی به سختی میتونن در بیارن که من اینجا کجا زندگی میکنم. ولی و برای همین هست ایرانیان خارج از مقیم خارج از ایران که از اهدافشون، یکی از شعارهایی که میدادن اینه که سفارت جمهوری اسلامی بسته شه، چون لانه جاسوسیه. اونا اینجا نیستن به من و شما خدمت کنن، اونا اگه خدمت بلد بودن به مردم ایران تو ایران خدمت میکردن، نه که پشن بیان اینجا که خدمت رو به ما کنن، ضرر نرسونن که خدمت نکنن. حالا شما فکر کنید توی اینجا تو این کشور، حالا بالاخره سایت های مختلفی شغلتون مشخصه، تحصیلاتتون مشخصه، بالاخره آدم کاریابی میکنه، بکنید یه سر تحصیلاتی داشته باشید که میتونن اذیتتون میکنن، میتونن حقوق بشری خونده باشید، یه مثلا مال سازمان بهداشتی خونده باشید. وقتی به ایران مسافرت میکنی، یعنی شما فکر کنید که آدمی هستی که با ویزای تحصیلی اومدی سوئد، یا بعد کار پیدا کردی، ویزا تو کردی کار، یعنی هیچ گونه چیز سیاسی نداشتی، اصلا هیچ بک‌گراند سیاسی هم نداشتی، ولی کافیه که مثلا یه دوستتون مثلا تو شبکه‌های سیاسی مثلا فعالیت داشته باشه و شما یه جایی با هم دیگه عکس داشته باشید. جمهوری اسلامی کاملا به شما تسلط داره، شما کاملا میدونه شما داری چی کار میکنی. به ایران که مسافرت میکنی، حالا فکر کن طرف من دوستی دارم، یعنی کسی رو میشناسم که توی ایران خواهرش و مادر زندگی میکنه، میگه من واقعا باید برم ایران، نه فیسبوکی داره نه اینستاگرامی داره، میره ایران و توی سفتیق و فروتان موبایلش رو ازش میگیرن، پاسپورتش رو ازش میگیرن، میگن که حالا این دست ما باشه، ما فردا میایم، فردا بیا فلانجا پاسپورتت رو ازت مثلا از ما تحقیل بگیر. بعد طرف میگفتش که من اصلا اینستاگرامی هم ندارم. تو اتفاقا تو فرودگاه بهش گفته بودن، گفته بودن آیا تو اینستاگرام داری؟ گفت نه. گفتش که کد موبایلت رو بزن. تو اپل آیدیش رفته بودن نگاه کرده بودن. خب وقتی شما از اینستاگرام تو پاکم کرده باشی، بخوام ببینن، میبینن که شما قبلا داشتی، درسته؟ و این میتونه واسه آدم درد سر بشه. این شخصی که من دارم برای شما تعریف میکنم، یک ماه قرار بود ایران باشه، تو عین این یک ماه پاسپورتش دست اینا بوده، حالا موبایلش رو فردا آزاد کردن، بهش پس دادن، یعنی نه واقعا طرف هیچ کار نمیکنه، ولی یک ماه مسافرتی که رفته بود برای مریضی مامانش، برای عمل جراحی مامانش، کوفته شد. حالا از اون نتونستن چیزی اذیتش بکنن، یعنی کاری به کارش داشته باشن، ولی بخوان، یعنی به یک کسی باشه که یک خانواده، مثلا بعضی از افراد فکر میکنن، حالا مثلا شوهر من، خیلی از ایرانیایی هستن که به دلایل، به هر دلیلی توی ایران ازدواج نمیکنن، خب و ازدواج میان خارج از ایران، مثلا تو سوئد و آمریکا ازدواجاشون رو خارج از ایران ازدواج میکنن، ثبت میکنن. من فکر میکنم جمهوری اسلامی نمیتونه بفهمه که اینا ازدواج کرده هستن نیستن، حالا مرده یا زن بک‌گراند سیاسی هم داشته باشه، وقتی برگرده ایران، حالا شما بگید من توی ایران ازدواج کرده نیستم یا هستم یا هرچی، راحت اینا میتونن در بیارن. آقا تو اصلا تو اونجا با این فرد داره زندگی میکنی، این طرف فعالیت سیاسی داره نداره، یا حتی تو رفتی شبکه اجتماعی مثلا واسه فلان کس شما لایک کردی، چرا لایک کردی؟ این اتفاقا افتاده و منم زیاد شنیدم. ولی این که میگن ما میریم برای اقتصاد مردم ایران خوبه، چرا برای چشوری واسه اقتصاد مردم ایران میتونه خوب باشه؟ شما وقتی که کوچک، یعنی این بیشتر برای اقتصاد رژیم ایران خوبه، کوچکترین قسمتش
شما وقتی از ایران میخوای خارج بشی، یعنی من شما رو مثال میزنم به عنوان شما نوعی، میخوای از ایران خارج بشی، باید عوارض خروج بگی. دفعه اولت باشه یه قیمت، دفعه دوم بشه یه قیمت خیلی بالاتر. این عوارض خروج یعنی چی؟ یعنی شاباش بگی به جمهوری اسلامی، دمت گرم، بزن یه گلوله دیگه به شکر من جوانای ما، من که میام حالشو میبرم، تو بیا این پولو بگی نوش جان. این یعنی این یعنی واسه همین نباید بریم. هم خب خانم موسوی، مثلا سوال پیش میاد، همین دوست شما که میگید مادرش بیمار بوده رفته اونجا، حالا با همه مشکلات بالاخره رفته مادرش دیده برگشته اومده، ولی مردم میگن خب ما اگه نریم چی میشه؟ البته من شنیدم، حالا اتفاقا چون شما صحبت از هنرمندا کردین، برای من خیلی جالب بود این آقای شهرام شب‌پره که بالاخره بعد از 60 سال خداحافظی کرده، با افتخار تعریف میکرد که یک مسئله دادگاهی داشته و طرف بهش گفته من ایرانم، اگه راست میگی، اگه میتونی بیا ایران پولتو از من بگیر، و این میگفت همسرش رفته ایران، البته نگو پولو گرفته، گفت اونو انداخته زندان، اسم اونم میگفت آقای یاشار رو نمیدونم احتشام زاده و فلان اینا، و من اصلا تعجب کرده بودم. آپارتمان خریدن 400 هزار دلار توی ترکیه، کلا سرشون گذاشتن، بعد این اومده نشسته با آقای شبخیز داره صحبت میکنه، بعد با افتخار میگه همسرش رفته ایران. الان یه صحبتایی هست میگن این خداحافظی و کنسرت و اینا هم اینه که یه پول کلون بردارن بعدش هم برن ایران. اونجا طرف میگه این با فعالیتی که نکرده هفته اول بهش اجازه کنسرت میدن. ولی برگردیم سر سوال اصلی من، در همون کیس یا اون مورد دوست شما که رفته مادرش رو دیده، خب اگر نرن، بعضی ها مادرها پدرها سن و سالی بالا هستن، بعضی وقتا ندیدن افراد خانواده باعث میشه اونا زودتر از بین برن، اونا رو چجوری به اصطلاح میتونیم به مردم بگیم که شما قبول کن پدر مادرت نبینی و شما در غربت باشی، اونها هم در حسرت دیدار شما و فوت کنن از بین برن، چون هیچ ضمانتی نیست که تا چه زمانی این آخوندها سر کارن، و متاسفانه یا شاید هم خوشبختانه بعد از این حرکتی که انجام شد ما دیدیم که تمام کشورها دروغ گفتن و هر کی گفت آخوند باید بره فلان، نه دیدیم یه جای دیگه، توی پستوی دیگه، توی میتینگ دیگه، توی کشور دیگه با اونا معاملاتی انجام دادن. و یه برنامه پریروز روز جمعه بود در همین تلویزیون مردم، دوستی میگفت اصلا یه سیاستمدار اروپایی بهش گفته برای ما بهتره که اینا سر کار باشن. باز برگردیم، خب اگر مردم نرن و بیان، اونایی که میتونن برن بیان، اون وقت چی میشه؟ ببینید آقای صحابی، ما خب یه نمونه خیلی بارزش، مثلا من همسر من مادرش ایران زندگی میکنه، خب یا نه. مثلا خیلی از افرادی هستن که دیگه نمیتونن برن ایران زندگی، برن خانواده هاشون رو ببینن. خب شما الان ما که نمیتونیم این اتفاق برامون بیفته، باید چیکار بکنیم؟ حالا ما خودمون رو میذاریم کنار، اونایی که جووناشون رو تو این راه از دست دادن چی بگن؟ اونایی که بگن که پارسال نیم کار شب کردن رو از دست، مادر اون چی بگی؟ جوانم رو از دست دادم، حالا بیدیم واسه آزادی مملکت، ولی گذشت و هیچ چی، همه چی برگشته به روال عادی، هیچ اتفاقی هم نمیفته. هر چیزی بهایی داره. ببینید من میگم آدم به این دنیا نیومده که بخوره بخوابه یه درسی بخونه یه کاری هم بکنه تموم شد و خدافظ و رفت. دقیقا حتی که نیکا شاکرمی این روز قبل از اینکه اون اتفاق براش یعنی بکشنش، اون اتفاق به خواهر و خالش گفته بودش که مردن توی 90 سالگی و بدون هیچ اتفاق حرم کردن اکسیژن، آدم مرگش باید معنیدار باشه. حتی همین بیوری ها و دلتنگیه های ما اگر به قیمت آزادی ایران، به قیمت آزادی مردم ایران که بیشتر سختی دارن میکشن باشه، خب ما هم باید بهاش رو بدیم. ما هم باید در این مسئله شهید باشیم. ما نمیتونیم که ما فقط باعثی میگیم وای من دلم تنگ میشه، اون میگه بگه من این شکلی، اون میگه بگه من این شکلی، اینا همش میدونید همه بالاخره هر کسی بهایی داره، هر کسی باید یه شکلی توی شکلی توی این آزادی مردم ایران، توی آزادی ایران سهیم باشه، نه که بقیه بود تو هم. مثل اینکه ما واقعا میگیم که چرا اروپا و آمریکا کار نمیکنن، ما نباید واسه اینکه بقیه واسمون کاری بکنن، که ما باید خودمون واسه خودمون کاری بکنن.
اروپا و آمریکا یه چیزایی خیلی من چیزی حالا در مورد آمریکا چون زندگی نمی کنم حرف زیادی ندارم، ولی تو در مورد سوئد حداقل دارم میبینم که هر چی هست واسه خود مردم و خودشون همه کاری میکنن، همه تلاشی میکنن واسه رفاهشون، واسه همه چیشون همه تلاش میکنن. ما چون جمهوری اسلامی واسه مردم ایران کاری نمیکنه، فکر میکنیم که همه کشورها نباید برای مردمشون کاری بکنن. اگر حرفی از حقوق بشر میزنن پس باید بیان ما رو از دست این رژیم نجات بدن. نه، اینجور خبرها نیستش. ما وقتی که برای آزادی خودمون، برای آزادی مردم خودمون تلاش نمیکنیم، وقتی که اون صابخونه که تو ایران هستش سال بعد به جایی که بیاد اجاره خونهش رو بگه که این امسال همه سختی کشیدن، بذار من اجاره خونه رو زیاد نکنم، اگه میکنم کمتر، نه که یه دفعه دو برابر کنه، نه که یه دفعه مثلا یه اجاره خونه 3 میلیون رو بکنه 10 میلیون. ما به هم رفت نمی کنیم، نشستیم میگیم که عرقمون در نیاد، نمیدونم اینجور نشیم، خارجی ها اروپا و آمریکا مسائل اقتصادیشون، مسائل انرژیشون، مسائل جنگ اوکراین و همه اینا رو بذارن کنار، بیان ما رو از دست این رژیم نجات بدن. بسیار ممنونم. تصور میدونید اون تصور غلطی که بیشتر ما داریم به نظر من. البته پس شما میگید که این کشورهای خارجی و مخصوصا غربی اینها باید به فکر منافع خودشون باشن و از طرفی خود ما باید بیشتر به فکر خودمون باشیم. یادمون شعر مهدی اخوانسالس افتادم زمستان که میگه که این که نفس هست و از تو سینه در میاد اینه، پس دیگر شما چه چشم داری ز دست دوستان دور یا نزدیک. در اصل من ممنونم از شما. اگر آقا پدرام هم هست و بخواد صحبتی کنه من در خدمتتونم. اگر شما موضوع دیگه ای دارید بفرمایید، اگه نه که امیدوار باشیم شما بیشتر با ما باشید. و شما وقتی میری خیلی چندین ماه طول میکشه تا دوباره ما بتونیم شما رو داشته باشیم. و اگر حتی ویدیو درست کنید به صورت 2 دقیقه‌ای، 3 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای ارسال کنید، من براتون پخش میکنم از طریق فیسبوک صفحه خودم، فیسبوک مردم تیوی. و یک لیست 1500 تایی هم ایمیل داریم، رو اونجا هم قرار میدم. من در خدمتتون هستم، اگر صحبتی دارید بفرمایید. ممنون. مرسی واسه آقا پدرام که مشغول برنامه مال کارش هستش، حالا ایشون با شما برنامه میذاره در آینده نزدیک و منم حتما منم کار و درس یه ذره با هم دیگه ادغام میشه، یه ذره سخت میشه هماهنگ کردن، ولی در حق با شما، یعنی وقتی که آدم شجاعت مردم و خصوصا جوان ها رو میبینه، وقتی میبینه که چجوری میرن جلو میگن یا آزادی یا مرگ، جون میدن، خون میدن، بها میدن، و واقعا اصلا این شجاعتی که من این قش میبینم اصلا بدنم به لرزه میفته. یه جوری به قول یکی از بچه ها که از دوستای من میگفتش که یه جوری ما احساس میکنیم ما داریم قاچاق زندگی میکنیم، اینقدر که اینا شجاعن رو خون دادن احساس میکنیم، یا ما یعنی ما که حتی یه ذره کوچولوی هم فعالیتی میکنیم احساس میکنیم ما نمی پاچه رو زندگی کنیم، ما چرا هیچ کاری نمی کنیم، ما چرا واسه این آزادی حرفشو میزنیم ولی فعالیتی نمی کنیم. برای همین هم مخصوصا قشر خاکستری که دیگه کلن خودشون گلیمیشون عذاب کشیدن بیرون به قول معروف، واقعا شرم‌آوره. به نظر من هر کدوم از ما برای این مسئله باید یه شکلی بجنگیم به هر شکلی. حالا میخواید یه لایک کردن کوچیک باشه، یه مسافره نکنید به ایران، اگر هیچ بکگراند سیاسی هم ندارید نکنید، به این فکر کنید آه اون عوارضی که از ایران میدن میان بیرون میشه یه گلوله، میشه یه گلوله تو شکم، میشه یه گلوله تو سینه حمیدرضا روحی نام ها، میشه یه باتون تو سر میکا شاکرمی ها. و باید با هممون دست دست هم بذاریم و واقعا این که باید انتظار داریم که اروپا آمریکا برای ما کاری بکنن غلطه. اونا شاید تبر آخر بزنن، ضربه آخر بزنن، ولی تا اون 99 رو ما باید بزنیم، نه ازشون انتظار داشته باشیم. خیلی خوشحالم از برنامه‌ای که با شما داشتم، حتما باز در برنامه‌های دیگه خواهیم دید شما رو، یعنی صداتون رو میشنویم و امیدوارم که برنامه مفیدی برای بینندگان و شنوندگان برنامه باشه. ممنون و متشکرم. من میدونم که پدرام هم اهل ورزشه هم اهل ماهیگیری، بهش بگید که مواظب خودش باشه و با امید دیدار و موفقیت شما عزیزان و آزادی تمام
ایرانیان علل خصوص بانوان ایران که اونها تحت فشار مضاعف هستن. خوشحال شدیم که با ما بودید. خیلی ممنون. ممنون. مرسی. شما به درود خدا میسپارم. روزتون خوش. ممنونم از شما. به امید دیدار. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با خانم مهناز موسوی بودیم. من در طی برنامه صفحه ایشون رو نشون دادم و الانم یه بار دیگه بهتون نشون میدم. کامرای دو. بله، اگر خواستید از روی فیسبوک میتونید با ایشون در تماس باشید یا نوشته ها و ویدیوهای ایشون رو ببینید. و همچنین همسر ایشون صفحه آقا پدرام هم هست، این پدرام تننازی. خب من همینجا از این دوستان تشکر میکنم. به شما هم میگم که اگر شما هم مایل باشید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. اگر نمیخوان یه وقت معینی رو بذارید، کار دارید، گرفتار هستید، برنامه‌تون یه جوریه که خودتونم نمیدونید کی وقت دارید، هر وقت وقت داشتید، شب، نصف شب، این تلفنتون رو بردارید، دو سه تا کتاب بذارید زیرش، وایسه، یه کتاب هم بذارید جلوش که نیفته، یه چیزی هم بذارید پشتش، فیلم برداری کنید، 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه، همینجوری که دیدید تو ایران الان چه کار میکنن. و خانم موسوی یه نکته‌ای رو گفتن همینجوری که اونا از ما فیلم برداری میکنن، ما هم از اونا فیلم برداری کنیم. اتفاقا من با این موضوع خیلی موافقم و به دوستان میگم دعوا نکنید با اونا که آقا چرا داری از من فیلم برداری میکنی. اولا شما اومدی بیرون بدون روسری که اونا ببینن که شما میتونی بدون، حالا فکر کنید که اونا فیلم رو بتونن یه جوری مخفیانه بگیرن. این روزا دیدید که عینک میزنن، با عینک اینجای عینک دوربین میگیرن، دکمه لباس بگیرن. پس بذارید اتفاقا ببینن شما رو، فیلم بگیرن، شما هم از اونا فیلم بگیرید. در اصل ممنون و متشکرم از خانم مهناز موسوی. یک مکس کوتاهی انجام میدیم تا من این دستگاه رو خاموش کنم، ضبطش رو، برنامه خودم رو با شما شروع کنم. مرسی.